درود بر تمام میهن پرستان و عاشقان راستین ایران زمین در این برنامه با خبر و تحلیل بسیار مهم در خدمت شما سروران گران قدر هستیم تایید خونسا شدن سه سپاه توسط آمریکا رژیم در بنبست کامل شکست خفتبار خامنه ای و مراجع قوم در بزرگترین شهر مذهبی رژیم اما قبل از مشروع این اخبار از شما یاران کانال میخواییم که همین الان ویدیو رو لایک کنید و در آخر برنامه نظر خودتون رو به فارسی و انگلیسی برای ما کامنت کنید در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم ایده خونسا شدن سه فرمانده سپاه توسط آمریکا رژیم در بنبست کامل گزارش ها حاکی است که حمله دیشب آمریکا به مواضع ها دست کم 75 کشته بر جا گذاشته است که نه نفر از کشته شدگان از اعضای سپاه پاسداران و حزب الله لبنانند این در حالی است که شنبه 20 ژانویه مصادف با سیوم دیماه نیز گزارشهایی از حضور تعدادی از نیروهای سپاه پاسداران در مناطقی از یمن برای فرماندهی حمله های ها به کشتی های تجاری منتشر شده بود در این گزارش ذکر شده است که نه نفر از کشته شدگان این حمله ها از نیروهای نظامی خارجی شامل سه عضو رد بالای سپاه پاسداران و شش عضو حزب الله لبنان بودند که در جریان حمله های نیروهای آمریکا به مواضع حسی ها در مکان مختلف یمن کشته شدند مقامهای آمریکا بریتانیا و شماری از دیگر کشورها بارها جمهوری اسلامی ایران را حامی اصلی و تامین کننده تسلیحات شبه نظامیان حوسی معرفی کردند برخی از مقام های جمهوری اسلامی ایران در چند هفته اخیر گفتند که در زمینه حمله به کشتی ها شبه نظامیان حوسی از جمهوری اسلامی دستور نمی گیرند اما علی خامنه ای در سخنرانی 26 دیماه خود به سراحت حملات حوسی ها را به کشتی ها ستود و گفت که انصارالله الله به مجاری حیاتی اسرائیل ضربه زدند و اقدامات آنها شایسته تحسین و تمجید دست. در همین حال خبرگزاری رویترز شنبه 20 ژانویه مصادف با سیوم دیما به نقل از منابع منطقه‌ای و ایرانی گزارش داد که گستره دخالت جمهوری اسلامی در حمله ها به کشتیها از تامین تسلیحات تا ارائه اطلاعات درباره مسیر حرکت کشتیها را در بر میگیرد این منابع همچنین گفتند که تعدادی از نیروهای سپاه پاسداران و شماری از اعضای حزب الله لبنان با حضور در مناطق تحت کنترل شبه نظامیان در هدایت میدانی حمله های حوثی ها را به کشتی های تجاری در آبهای بین المللی منطقه به ویژه دریای سرخ بر عهده دارند در پی تحولات اخیر و گسترش درگیری ها خاورمیانه در حال گذار از شرایط متغیر پیشین به وضعیت پیش بینی ناپذیر جدیدی است امین سیکل استاد مطالعات خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه ملی استرالیا در مقاله‌ای که در سیدنی مورنینگ هرالد منتشر شده است می نویسد اگر قدرت های بزرگ و منطقه به ویژه آمریکا این گذار را مدیریت نکنند تلفیق گسل های قدیمی و جدید بیثباتی منطقه را عمیق‌تر تر خواهد کرد به نوشته سیکل جنگ غزه عامل تسریع کننده این روند بوده و احتمال رویارویی مستقیم اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی و گروه های در منطقه را افزایش داده است هر دو طرف علنی اعلام کردند که تمایل ندارند جنگ غزه گسترش پیدا کند اما هی هیچ کدام نمیخواهند بازنده این جنگ باشند حتی اگر با خطر مواجهه منطقه همراه باشد و بنابراین برای دستیابی به اهدافشان درگیر حملات نظامی تلافی جویانه شدند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نه تنها از مش را جزم کرده که نوار غزه را با خاک یکسان کند بلکه کنترل و نظارت بر مناطق اشغالی کرانه باختری را نیز تشدید کرده است او همچنین نشان داده که مایل است هر گونه تهدید از جانب به رژیم سوریه و گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در لبنان، سوریه و عراق را که همراه حسی یمن محور مقاومت یا به تعبیر آمریکا و اسرائیل محور شرارت را تشکیل میدهند از بین ببرد. نویسنده مقاله در ادامه می در هفته های اخیر در کمال ناخشنودی تهران اسرائیل اقدام به ترور هدفمند فرماندهان حماس و حزب الله و سپاه پاسداران کرد که نشان می اورشلیم تمایل دارد درگیری را به سمت رویاروی مستقیم با جمهوری اسلامی بکشد که در این مورد آمریکا از اسرائیل حمایت کامل می کند. در طرف مقابل جمهوری اسلامی برای محافظت از منافعش بیشتر به نیروهای نیابتی خود متکی است و بر این باور بوده است که با توجه به مقاومت حماس و کشت و کشتار در غزه اسرائیل در غزه از پا در می آید و جایگاه بین المللی اسرائیل و آمریکا تضعیف می شود. سیکل معتقد است در این بین تهران که به واسطه شبکه روهای نیابتی منطقه‌ای و روابط نزدیک با روسیه و چین جایگاه منطقه به نسبت محکمی دارد آماده گسترش درگیری است در ادامه مقاله آمده است بعید است که جمهوری اسلامی در محاسبه راهبرد منطقهیش با مسکو و پکن مشورت و هماهنگی نکرده باشد در صورت هر گونه درگیری مستقیم با اسرائیل یا آمریکا یا هر دو می شود انتظار داشت که تهران روی حمایت دیپلماتیک و تجهیزاتی این دو دشمن آمریکا حساب کرده باشد این موضوع است که دولت بایدن در ارزیابی مدت و نوع حمایت از اسرائیل باید مد نظر داشته باشد جمهوری اسلامی فرصت بینظیر یافته است تا یک آرمان مشترک ضد اسرائیل و ضد آمریکایی با جهان عرب اسلام داشته باشد این استاد دانشگاه در پایان می نویسد با افزایش خطر درگیری منطقه‌ای خاورمیانه با بحرانی دست و پنجه نرم می‌کند که پیامدهایش بیش از بحرانهای قبلی است این وضعیت نیازمند هوشیاری همه طرف‌های درگیر و اجتناب از هر گونه اشتباه محاسباتی است درگیری گسترده میتواند جهنمی کنترل ناپذیر بپا کند. شکست خفتبار خامنه ای و مراجع قوم در بزرگترین شهر مذهبی رژیم محمد رزا میر فرمانده نیروی انتظامی قوم اعلام کرد که این نهاد نظامی از ابتدای سال 1402 تا کنون برای مالکان 74 هزار در این شهر به دلیل کنار گذاشتن هجاب اجباری پیامک اختار ارسال کرده است. میر که در جلسه قرار قرارگاه 19 دی سخن می گفت اضافه کرد که علاوه بر ارسال این تعداد پیامک در ده ماه گذشته در این مدت 13 هزار خود رو هم به دلیل مخالفت سرنشینان آنها با هجاب اجباری توقیف سیستمی و بیش از 7 هزار دستگاه خودرو نیز فیزیکی توقیف شدند علی خامنه ای و دیگر مقام های نظام جمهوری اسلامی ایران مانند ابراهیم رئیسی در سخنرانی هایشان در ماه های اخیر بارها مدعی شده بودند که اکثر زنان ایرانی به حفظ هجاب اسلامی معتقدند و با قانون حکومتی هجاب اجباری مشکلی ندارند اما آمارهای دولتی منتشر شده در ماه اخیر که نشان دهنده حجم بالای بازداشت ها احکام زندان و جریمه های سنگین برای مخالفان هجاب اجباری در شهرها و استانهای مختلف ایران است در کنار اعتراض های سراسری سال 1401 و همچنین مخالفت علنی علی خامنه ای با برگزاری هم پرسی درباره حجاب اجباری مشخص میکند که این ادعای سران جمهوری اسلامی واقعیت ندارد خبرگزاری فارس متعلق به سپاه پاسداران بهمن سال 1398 یعنی حدود سه سال پیش از خیزش سراسری ایرانیان علیه نظام جمهوری اسلامی که با بازداشت محسا امینی به اتهام بدهجابی و سپس کشته شدن او در بازداشتگاه پلیس آغاز شد در گزارشی از افزایش قابل توجه تعداد زنان و دختران مخالف حجاب اجباری در شهر قم مخصوصا در مناطق اطراف مزار خواهر امام اعیان که یکی از مهمترین نماکر مذهبی ایران محسوب می شود خبر داده بود یک کارشناس امنیتی و حقوقی در استان قم در آن زمان به این خبرگزاری گفته بود برخی مسئولان عنوان می کنند که این جمعیت بدهجاب اکثرا سائر و مسافرند ولی بنده افراد زیادی را می شناسم که ساکن قومند و به هیچ عنوان در قید و بند هجاب نیستند و در سایه بیتوجهی مردم و مسئولان جسارت آنها روز به روز هم بیشتر می شند. شود. حالا پس از اعتراض های گسترده زنان ایرانی به هجاب اجباری در یک سال اخیر و افزایش چند ده برابری تعداد زنان بدون هجاب در خیابان ایران به نظر میرسد در شهری مانند قوم که بزرگترین حوزه علمیه جمهوری اسلامی برای ترویج اسلام و شیعه آنجا قرار دارد و در چند ست سال اخیر پایگاه ثابت مراجع تقلید شیعه بوده شمار زنانی که در این شهر و استان ظاهرا مذهبی تلاش می کنند با قانون قانون اجباری مبارزه و در مقابل نظامی سرکوبگر از آزادی های طبیعی و حق شهروندیشان دفاع کنند به سرعت در حال افزایش است. همراهان عزیز و گرانقدر کانال کیوسک به پایان این برنامه شبانگاهی رسیدیم. فراموش نکنید تنها دلخوشی دستن در کاران این کانال حمایت های شما عزیزانه. پس با لایک کردن این ویدیو و همچنین نوشتن دیدگاهتون به فارسی و انگلیسی یاری رسانه تیم خبری ما باشید. مانو برقرار باشید پاینده ایران.